شاید شروع روزگاری که بگم برای من جدی با سریال نرد بام آسمان به وجود اومد. اون کار به دلایل مختلف که خیلی هم گفتنی نیست. چرا گفتنی نیست؟ تا یک سال و نیم دو سال توی تلویزیون به ما اجازه کار کردن ندادن. پس جزو آقازاده ها نبودید؟ از یه بابتی چرا آقازاده هستم؟ خودتون عضو هیچ کدوم از این گروه های کارشناسی که تصویب بخوام بکنن؟ چرا یک دوره؟ یعنی همینا رو خودتون حذف می‌کردین؟ قبل از اینکه من بشم کارگردان گناه فرشته، این کار دو تا کارگردان دیگه داشت. آقای گلمکانی حامد انقار رو کشت. من میمیرم با یه ضربه چاقو. معمولا قوه قضاییه خیلی چیز حساس است نسبت به نگاهی داشت. بیش از این که فکر کنین حساس. گران برخورد فمینیستا نبودین تو این تقابل؟ من اونجا خیلی نگاه فمینیستی داشتم. شما خیلی زود وارد کار حرفه‌ای شدین و خیلی زود موفق شدین. میخوام ببینم نقطه عطف زندگیتون چی بوده که به این موفقیت ختم شد؟ آیا پشتیبانی داشتین یا اگر نداشتین خودتون یک روشی پیش گرفتین که زود وارد کار حرفه‌ای شدین و موفق شدین؟ رمز موفقیت رو به جوانان بگید. در مورد موفقیتش که خیلی باهاتون همداستان شاید نباشم. نیستین. ولی منظورم که کار حرفه‌ای رو چندین شروع کردین و ادامه دادین. چندین اتفاق خوب دست به دست هم داد. من تو دوره‌ای که کار روزنامه‌نگاری می‌کردم و بیشتر انرژیمون توی صفحات اجتماعی روزنامه ها می‌گذشت، اون موقع یک چند تا گزارش کار می‌کردم درباره شب‌های تهران، یعنی از ساعت 12 شب به بعد تهران چه اتفاقی توش داره می‌افته. برای گزارش آفرینش بود، خبر بود، بعد آفرینش. اتفاقی که افتاد این که توی جمعی که این گزارش داشت خونده میشد قبل از انتشار، دوستی بود که اون موقع شبکه جام جم تازه به وجود اومده بود، یعنی برون مرزی تلویزیون تازه به وجود اومده بود، یه گروهی به وجود اومده بود توش به اسم گروه جوان. گروه جوان و گفته شد که اگر بشه که ما این گزارش ها رو تصویری کنیم شاید چیز بامزه‌ای بشه. که اون مستندهای، یعنی مستند، حالا این اسم کلمه مستندش گذاشتن دیگه خیلی گزارش های از خود تعریفی میشه. اون اولین اتفاقات شد، اون ادامه پیدا کرد با نوشتن متن و به اصطلاح چیز اینا. من به واسه تو همین روابط آشنا شدم با تهیه کنندهی به اسم سرکار خانم موسوی زاده که کار معروفشون آرشگاه زیبای خانم برومند بود موقع شبکه دو، که این شد باعث ورود من به شبکه دو برای ساختن آیتم های کوتاه اجتماعی. کاری پیش اومد به عنوان تولید، رفتم همراهشون شدم، اتفاقاتی افتاد، بعد از توش متن یک سریال هرشعی به وجود اومد، بعد کارگردانی یک کار هرشعی به وجود اومد و همینطور. اگر که تصادفات رو کنار هم بگذاریم این چیزها رو هم میتونیم به عنوان حمایت هم میشه گفت، یعنی که مثلا یک کسی مثل خانم موسوی‌زاده که اون موقع تهیه کننده موفقی بود و خب اون موقع جنس تهیه کنندگی تو تلویزیون با الان خیلی فرق داشت دیگه، یعنی تهیه کننده شبکه دو کارمند شبکه دو بود، یعنی اصلا میشست توی تلویزیون میشست، مثلا الان نبود که دفاتر جدا و اینا. این که به یه جوونه مثلا 20 ساله اون موقع اعتماد بکنه، نمیدونم مدیر گروه اون موقع آقای امامی بود اسمش و مدیر گروه اجتماعی آقای تاهایی بود، آره اینا همش تصادفات و شانس هایی بوده که اون موقع اومدن و همینطور دیگه پیش آمد. توی کار هم دوستی ها و فلان، ولی خب شاید شروع روزگاری که بگم برای من جدی با سریال نرد بام آسمان به وجود اومد. من توی دفتری که آقای سهراب‌پور داشت مشغول نوشتن یک فیلمنامه پلیسی بودم، با حسین لطیفی آشنا شدم. اون کار به دلایل مختلف که خیلی هم گفتنی نیست، حسین لطیفی و منصور سهراب‌پور با هم سریال وفا رو چرا گفتنی نیست؟ کار کرد. خیلی پیچیده است و به اصطلاح اتفاقات عجیب غریبی داره.
نشد اون کار به هر دلیلی، ولی این باعث آشنایی من و حسین لطیفی شد. چند ماه بعدش حسین لطیفی تماس گرفت دفتر آقای محسن علی اکبری و ما مواجه شدیم با یه سریال بیگ پروداکشن تاریخی به اسم نردبان آسمان درباره زندگی غیاث‌الدین جمشید کاشانی. حالا چند سالتون بود اون موقع؟ من این که دارم میگم میشه سال مثلا 83-84 دیگه، یواش یواش چیزاش که دیگه ما وقتی که کار رو شروع کردیم، یعنی وقتی کار به پخش رسید دیگه توی سال 87-88 دیگه آماده پخش شد. از اونجا تقریبا میتونم بگم که احساس کردم که وارد فضای حرفه‌ای شدم. بابام وزیر نبود، نمیدونم. پس جزو آقازاده ها نبودین؟ هیچ حمایتی خارج از از یه بابتی چرا آقازاده هستم ولی نه آقازاده حکومتی سیاسی نه از این بابت نیستم. ولی واقعیتش هم اینه که تو مسیری که شما میای بالاخره به واسطه خیلی کارا با خیلی از آدم ها نشست و برخاست ها هست. ببینید آقای گلانکانی، وقتی شما اولین شماره نشریتون رو میخواین مثلا تو دهه 60، دارم درباره دوره جدید فعالیت شما حرف میزنم، درباره روزنامه آیندگان حرف نمیزنم، وقتی که دارین شروع میکنید طبیعتاً یک سطح ارتباط با وزارت ارشاد اون موقع دارین، ولی وقتی تبدیل میشه به یک سابقه 30-40 ساله طبیعتاً دیگه سطح ارتباطتون با یک کارشناس توی اداره مطبوعات نیست، دیگه حالا مسائلتون رو در یک جای دیگه ای صحبت. این اتفاق به شکل خود به خودش میفته. یه موقعی من برای تصویب طرح هم شاید پشت در اتاق یک کارشناس فیلم و سریال به اصطلاح میشستم، ولی خب شاید بعد از گذره مثلا 10-20 سال کار کردن امکان این که بتونم طرح سریالم رو با یک مدیر ارشد تری مطرح کنم پیش میاد. نمیدونم این طبیعیه یا طبیعی نیست، ولی طبیعیه. حالا ما این الان گفتیم که تصویب و کارشناس و خودتون عضو هیچ کدوم از این گروه های کارشناسی که تصویب بخوام بکنن؟ چرا یک دوره من زمانی که آقای انتظامی به اصطلاح چیز بودن، رئیس سازمان سینمایی بودن، که دوباره آغاز این سریال های شبکه نمایش خانگی بود، چون ما سریال قلب یخی تقریبا اولین سریالش یعنی با سریال قلب یخی که من آقای لطیفی و مرحوم استاد کمال طباطبایی با هم شروع کردیم، اولین سریال شبکه نمایش خانگی رو کار کرده بودیم و اون موقع هیچ قانونی، هیچ دستورالعملی، هیچی نبود. و روزی که ما قلب یخی رو کار کردیم تقریبا تا یک سال و نیم، دو سال توی تلویزیون به ما اجازه کار کردن ندادن، هیچ ممنوع کاری رسمی به ما اعلام نشد، ولی خیلی غیر رسمی ما رو به عنوان آدم های شورشی که رفتیم به قول اون مدیر وقت رفتیم یه مغازه‌ای کنار مغازه تلویزیون باز کردیم مورد اتهام بودیم. آقای انتظامی از من خواستن که چون دوباره داشت شروع میشد، یعنی با سریال مانکن و اینها شروع میشد، از من خواستن که عضو شورای چیز بشم، پروانه ساخت شورای سریال شبکه نمایش خانگی بشم، که من و آقای رحمان سیفی آزاد و یکی دو سه تا از بچه های همرو چیز بودیم. غالبا هم هیچ کدوم تو اون جمع از مدیران و اینا نبودن، همه آقای پروین. چه مدت این سمت داشتی؟ فکر میکنم 4-5 ماه بودم، چون بعدش میخواستم سریال آقازاده رو کار بکنم دیگه، به جهت هم حقوقی هم اخلاقی درست نبود که خودم چیز باشه. حالا به هر حال 4-5 ماه اگه باشه این میشه جزء سابقه شما. و توی سرزمین ما به سانسورچی ها میگن کارشناس الان سال هاست. بله. و حالا میخوام بپرسم مثلا اگر که شما خودتون تو اون مقام بودین، مثلا این فیلمنامه گناه فرشته رو میآوردن پیشتون، چی میگفتین؟ مثلا چیزیشو حذف میکردین؟ آیا چه برخوردی داشتین؟ والا بعید بیشتر از این چیزایی که حذف کردند. یعنی همینا رو خودتون حذف میکردین؟ میگم بعید، چون که نه، واقعیتش اینه که ببینید تو دوره‌ای که حداقل من، رحمان سیفی‌آزاد، امیر پروین حسینی اینها توی اون جمع بودیم،
تقریبا هیچ طرحی نیومده تو اون شورا که تصویب نشده باشه. یعنی همه رو جواب مثبت دادن. مثلا بجز یکی دو موردی بوده که خود ارشاد، یعنی خود اداره ارشاد با اون طرح مسئله داشته باشه. چرا؟ برای اینکه ما اونجا که جمع شدیم، البته حسین انتظامی رو هم باید اینجا ازش به نیکی یاد کرد که این نگاه حسین انتظامی بود کلا، که اگر یه بخش خصوصی با سرمایه شخصی خودش تصمیم داره که قصه ای رو بسازد، پس مسئولیتش رو هم میتونه به عهده بگیره. اما بخش سانسورچی که شما دارید میگین بیشتر برمیگرده به شورای نمایش، یعنی اون کسایی که قراره که مجوز انتشار بدن. تقریبا توی این سالها توی این بخشش خیلی اتفاق عجیب غریبی نیفتاد. حالا چون سانسور بحث شیرینیه، همه علاقمندن بهش، میخوام ببینم مثلا چیزایی که از گناه فرشته تو این دوره سانسور شده. خب حالا اگر که اینو می آوردن پیش اون شورا، خود شما نظرتون چی بود؟ هیچ کدومش رو هست نظر؟ از نظر ما هیچ کدومش اشکال نداشت. نمیدونم اصلا وظیفه دارم بفهممشون یا نه. خب ولی از اونجایی که به جهت حرفه ناچارم که در این تعامل قرار بگیرم، سعی میکنم که درک کنم که تعامل یا تقابل؟ نه، برای اینکه بالاخره کار باید منتشر بشه. چرا باید کار باید منتشر بشه؟ برای اینکه سرمایه‌ای پشتش خوابیده، پلتفرمی پشتش خوابیده، یک تعهداتی. من یه چیزی رو بپذیریم، هیچ فیلمسازی دوست نداره که یک فریم از کارش رو در بیاره. اگر که یک فیلمساز برای انتشار کارش تن میده به اینکه صحنه‌ای رو در بیاره، دو تا دلیل بیشتر نداره. یا اینکه ممکنه شخصا قانع بشود که این میتواند نباشد، یا فشار تهیه کنندش، فشار سرمایه گذارش، فشار اقتصادی که به اون مسئله هست او رو ناچار میکنه به این اتفاق. شما خودتون هم امروز چون مشغول فیلمسازی هستین و اینا، یا مشغول انتشار نشریه این، خیلی وقت دوست ندارین به عنوان یه سردبیر این جمله رو در بیارید از فلان گزارش، ولی چون فکر میکنین که حیات نشریه باعث حیات یک چرخه‌ایه، ناچار به تعامل میشیم. به قول شما ناچار، یا به قول من بله. یکی از چیزهای حالا از دریچه سانسور داریم با گناه فرشته میشیم، ولی میخوام برم جلوتر بعدن، یعنی در مورد سریال صحبت کنم. ولی این نکته دیگر میخواستم بپرسم که توی این کارنامه شما جلوی خیلی از سریال ها و فیلم ها نوشته شده طراح و نویسنده. آیا طراح منظور همون عنوان کریئتور که توی سریال ها سریال خارجی بکنه؟ با سریال قلب یخی شروع شد این موضوع. چون تو قلب یخی اینجا کریئتور چیکار میکنه توی ایران در این سریال ها؟ ببینید، در واقع کریئتور علاوه بر اینکه قصه رو طراحی میکنه، توی ساختش، جنس چگونگی ساختش، تعاملش با کارگردان به عنوان اینکه چجور روایت بشه، تو انتخاب بازیگر و تو همه مراحل تولید، موسیقی، نمیدونم صدا و همه اینها ورود میکنه. با قلب یخی این اتفاق افتاد. یعنی اونجا چه کاری فراتر از اون کاری که قبلا تو سریال ها میشد؟ شاید میشه بگیم که توی کارهای نرمال اینه که نویسنده متنشو مینویسه، میده دست تهیه کننده و کارگردان، میره خونش. خب شما تهیه کننده هم بودین؟ حالا نه، قلب یخینا نبودم. قلب یخی نبودین. خب ولی تو بعضی از سریال دیگه تهیه کننده هم آره بودین. آره، ولی به عنوان تهیه کننده خیلی به وجوه هنری ورود نمی کنی. یعنی میگذاری که به اصطلاح اون اتفاق به شکل عادی خودش بیفت. اما وقتی که کلمه طراح بهت اضافه میشه، یعنی دیگه آن چیزی که خروجیه تعامل بین تو و کارگردان با هم است. ترجمه کریتور اون موقع سر قلب یخی مثلا داشتیم، میتونست خیلی سوء تفاهم برانگیز و خیلی خود، یعنی تو فارسی خیلی خودخواهانه و خود گنده بینی و این چیزا باشه. برای همین به خدا رحمت کنه استاد کمال طباطبایی کلمه طراح و پیشنهاد داد که هنوزم هست. خب میدونین که کریتورها توی سریال خارجی در واقع یه خط تولید راه اندازی میکنن.
که یه وقت می‌بینیم که مثلا یک سریالی که حالا چه یک سیزن چه چند تا کارگردان مختلف با چند تا کار ولی بله. اصلا آدم نمیتونه تشخیص بده که کدوم و بله. کدوم کارگردان دقیقا. ساخته توی سریال‌های اینجا با اینکه حالا تو نمیدونم بقیه سریال هم آیا طراح یا کریئتور دارن یا ندارن تو کارهای شما تقریبا همه‌شون یه کارگردان داشتن دیگه آره ولی شاید تفاوتش اینه که کاریو که میشد مثلا توی 6 ماه تولیدش کرد با این فرمون توی 4 ماه تولید میشد یعنی شاید همون یه جور طراحی به اصطلاح یعنی به خاطر اون چرخه تولید روغنکاری میشه و کار سریعتر پیش میره بیشترم به خاطر جنبه هنری قضیه است یا جنبه هر جفتش اقتصادیش هم جنبه اقتصادیشه هم جنبه هنریشه جنبه هنریش برای اینه که کارگردانت هر دوست عزیزی که هست همزمانی که امروز داره این پلانهای امروزش رو میگیره ناچاره که بخشی از ذهنش درگیر صحنه‌های جلوتری باشه که باهاش مواجه خواهد شد و ما تو اینجا کار میکنیم با هزار جور مسئله میریم توی لوکیشنی کار میکنیم میاییم بیرون دوباره که میخواییم بریم تو اون لوکیشن ساب لوکیشن به هر دلیل اجازه نمیده برید توش و اینا همش بارهای ذهنی میشه رو ذهنی کارگردان که مجبوره به جای اینکه تمرکزش امروز رو این کاری که داره انجام میذاره بخشش رو بفرسته به سمت جلوتر حالا اگر یک کس دیگه ای باشه که اون رو به عهده گرفته باشه و کارگردان با یه فراغ بال بیشتری و با یه سرعت بیشتری بتونه این کار رو انجام بده خب طبیعتاً تمرکزش روی جزئیات هنریش هم بیشتر خواهد شد حالا این جایگاه توی سریال سازی اینجا جا افتاده یعنی جای دیگه دارن کار میتونیم بگیم توی شبکه نمایش خانگی جا افتاده مثلا من اگر بخوام یک کس دیگه رو مثال بزنم میتونم آقای مولایی رو مثال بزنم سر سریال میخواهم زنده بمانم که تهیه کننده آقای شایسته بود کارگردان دوست خوبم شهرام شاه حسینی و خود آقای مولایی که خودش تهیه کننده است ولی توی این سریال به عنوان سرپرست نویسنده ها و یه جوری طراح کار حضور داشت این باعث شد که هم کیفیت کار بره بالا و هم کار موفقی بشه زمان خودش هیچ در واقع اختلاف و برخوردی هم بین طراح و کارگردان پیش نمیاد این که طبیعیه که دو نفر آدم طبیعتاً منطبق با هم فکر نکنن اما اگر که این قاعده رو با هم پذیرفته باشن این چلنجا اگر که بتونه یه کمکی به خود کار بکنه که خب خیلی هم خوب اتفاق من الان واقعا نمیدونم که توی سریال سازی در دنیا روال چجوریه آیا فیلمنامه رو کامل میکنن بعد شروع میکنن به تولید هر جفتش هست یا اینکه چون اغلب چیزی که شنیدم در اینجا فیلمنامه حاضر نیست یه چند قسمتش حاضر بعد شروع میکنن بر اساس یه بازتاب هایی عوض میکنن اضافه میکنن ببینید چون پخش سریال توی شبکه نمایشخانگی هفتگیه و شما توی تولید با یه حجم سرمایه سنگینی طرف هستین و یه بار اقتصادی سنگینی به ندرت پیش میاد که بتونی بر اساس بازخورد کار کنی مگر فصلهای بعدیش مگر فصلهای بعدیش چون نهایتا وقتی داری اقدام به پخش میکنی به قسمت سوم پخشت که رسیده باشی ممکنه که تو روزهای آخر فیلم برداریت باشی نهایت بازخوردا ممکنه که توی مرحله پست پروداکشن و تدوین و اینها به کمکت بیاد تلویزیون با سریال های هر شب پخشش این امکان رو داشت یعنی سرعت تولید زیاد که میتونست توی یه شب دو شب یه قسمت تولید بکنه و این امکان داشتش که بتونه بر اساس بازخورد و خیلی از کارا مثل کار آقای مدیری مهران غفوری اینا که اون موقع خیلی کار پرسرصدایی بودن که یهو میدیدین که یه کاراکتری که اول به عنوان کاراکتر فرعی وارد قصه شده بود یهو جدی‌تر میشد خب این بر اساس فیدبک ها بود ولی توی چیز دار اینجا هم مثل اون طرف هم خیلی با فیلمنامه کامل کار میکنن و هم با فیلمنامه غیر کامل هم خیلی ها کار میکنن اونجا هم همینطوریه این تصور این که نه تو غربم همه سریال ها با فیلمنامه کامل و ایناست اینجوری نیست حداقل دیگه با فیلم های
مستند و پشت صحنه هایی که ازشون اومد، مثلا دیگه معروف ترینش مانی هیست، وقتی که اون سریالی از توکیو تا اون مستند از توکیو تا برلینش اومد و اون سکانس رو دیدیم که اون گروه فیلم بعدی رو کشتی داره کار میکنه، رسیده به سکانس و گروه نویسنده ها توی دفترشون توی یه شهر دیگه یه دارن کار میکنن و تلفنی دارن با کارگردان، یعنی فرصت این که حتی دیالوگا رو بفرستن هم نیست، دارن تلفنی بهش میگن که اون صحنه پشت دره رو اینجوری یه بار بگیریم یه بار اینجوری بگیریم. دیگه امروز این توهم این که همه فیلمنامه هم کامل است و فلان، ولی بله گیم آف ترونز با فیلمنامه کامل میسازه چون یه پروداکشن بسیار بسیار سنگینی داره. برسیم به گناه فرشته. شما برای تجربه کارگردانی تو تلویزیون داشتین، تلفیلم ساختین، ولی خب این اولین تجربه سریال سازی شما در شبکه نمایش خانگیه. این وسوسه کارگردانی از قبل بوده با شما دیگه از همون اول نبوده؟ نه، این کارگردان قبل از اینکه من بشم کارگردان گناه فرشته، این کار دوتا کارگردان دیگه داشت. آخریش پوریا آذربایجانی بود که یه پیش تولید یکی دو ماه هم کرد و به هر دلیلی تصمیم گرفتش که زندگیش رو ببره خارج از کشور و میخواست مهاجرت کن. نه من هیچ چیزی نبود. همه دومی کی بود؟ یه نفر دیگه هم بود؟ اون یه نفر چون الان دوست نداره که به اصطلاح گفته بشه اسمش. بر همین و بعد از اون کار رو اونم رفت؟ او به دلیلی نشد. نشد. به دلیلی نشد. نه. اون دلیل ربطی به من و ایشون نداشت. ربطی به زل دیگری از شما که قصد داشت. نداریم به نه من. کار چند ماه در واقع متوقف شد. من این وسطش فیلم غریب رو کار کردم. و اونجا هم باز طراح هم شما بودی نه؟ اونجا من تهیه کننده و نویسنده فیلم بودم. طراحی نداشت. فیلم سینمایی فیلم بود. فیلم سینمایی. نه خب به هر حال یه عنوانیه که ممکنه مثلا باز همون وظیفه. آره ولی آخه تو فیلم سینمایی دیگه چون کارگردان تو فیلم سینمایی جایگاهش به نظر من خیلی متفاوته تا سریال. یعنی توی فیلم سینمایی یعنی فیلم غریب رو باید فیلم حسین لطیفی دونست. هیچ اصلا یه نکته رو من اینجا اضافه کنم که اصولا سریال نمایش خانگی جزء فراورده های صنعت سرگرمی هست چون با انبوه و میلیونی سر کار داره و فیلم سینمایی میتونه اثر هنری باشه. بله همینطور. سریال نمایش خانگی نمیشه گفت اثر هنری به نظر من. من توی فیلم سینمایی با اینکه فیلمنامه رو نوشتم خودم هم تهیه کنندش بودم، اما برای کارگردان کامل این حق و قائل بودم که جاهایی از فیلمنامه رو به میل خودش تغییر بده یا بر اساس جنس کاراکتری که تو دل کار داره بهش میرسه. اما شاید تو این شاید تو سریال در مقام تهیه کننده و نویسنده این حق رو برای کارگردانم قائل نباشم. برای همین کلن سینما رو یک یعنی کارگردان رو عین نویسنده یک رمان که اسمش روی جلد کتابه رو میشناسم اونجا بره. ولی شاید تو سریال به خاطر همین صنعت سرگرمی و خیلی چیزای دیگه شاید این کمتر باشه. خب یعنی فکر کردین که این کار آسونتریه تا مثلا ساخته یک فیلم سینمایی که توقع یه اثر هنری میره ازش؟ منظورم اینه که حالا شما یه تجربه هایی داشتین توی تولید. هم فکر میکنم خیلی اتفاقا سریال ساختنش کار سخت‌تریه از نظر فنی صنعتی. آره کار سخت‌تریه. نه به جهت این ریسک بزرگ ارتباط با مخاطب زیاد هم. بله چون شما تو سریال متعهد سرمایه خیلی سنگین‌تری هستی تا یه فیلم سینمایی. توی فیلم سینمایی همینه به شما این فرصت به خاطر همون نگاه هنری فرصت عدم موفقیت به جهت مسائل اقتصادی رو میدن، اما تو سریال به شما همچین فرصت رو نمیده. خود سرمایه این فرصت نمیده. خط کلی داستان گناه فرشته منو یاد فیلم دنده آدم مینلی میندازه، ولی خب تو این مدتی که پخش شده ارجاعاتی تو فضای مجازی و رسانه ها دادن به پرونده های واقعی. با توجه به اینکه شما خودتون فارغ التحصیل حقوق قضایی و
اون موقع رشته حقوق رو میگفت، یعنی ما وقتی وارد دانشگاه شدیم شد حقوق قضایی، ولی وقتی فارغ التحصیل شدیم قضایی شد دوباره برداشتن. بعد معارف اسلامی هم جزو همون بود یا بعداً اضافه شد؟ نه اون برای دوره به فوق لیسانس بود. خودتو بگی که منبع الهامش چی بوده واقعا؟ خودتو البته اولش که می‌نویسین که این ربطی به واقعیت نداره، که من اصلا باور نمی‌کنم اینو، و این اصلا در واقع یک تأکیدیه که این به یه چیزی مربوطه ها، یعنی واقعیت داره، بگردین خودتون پیدا کنین، ولی من منکر میشم. چی بود قضیه؟ ببینید این که بگم که واقعیت داره یا نداره که طبیعتاً که همونقدر که گفتن این که همه این قصه بر اساس تخیل به وجود اومده حرف غیر واقعیه، و همونقدر که بگیم که کاملا منطبق بر واقعیت غیر واقعیه، طبیعتاً ترکیب این هاست. یعنی وقتی که توی جامعه زندگی میکنی، آخه یه جوری شما اول می‌نویسین که اصلا دو چیزه. خب برای اینکه میخواید بگین که دنبال آره واقعیت نگردی. آره واقعیتش اینه که شاید یه جورایی میخوایی که خودت رو از یک فرار کنی، از یه من میگم گریزگاهه. ولی از یه طرف من گفتم اینو یه خاصیت ژورنالیستی گفتم که شما تو سابقه ژورنالیستی داری که اینجور چیزها یک وسوسه تو جون بیننده میندازه. بالاخره این یه مرض دیگه، یعنی اگر که آدم مرض نداشته باشه، من به همون مرض اگه مرض نداشته باشه که خیلی عادی تیتراش تمام میشه و قصه شروع میشه. چرا ما دو تا چیزو هی توش تاکید بکنیم که اینا واقعی نیست و این اتفاقا در سال 1402 نیفتاده است؟ حتما یه مرضیه. به کسی هم گول نمیخوره حالا تو این نه دوران. برای اینکه اتفاقا این برای اینه که گول نخوری. برای اینکه گول نخوری. حتما که یه اتفاقات واقعی، یعنی ما متأثرم از هم اتفاقات واقعی، هم مثل فیلم مینلی که مثال زدین و خیلی از کارهای دیگه، خب که چه بسا دوست داشتم که خیلی حتی بیشتر و پررنگتر و گلدرشتر توی کار بهشون ارجاع بدم، که متأسفانه تو بعضی از صحنه‌هایی که حذف شد از کار به دلایل مختلف، مثلا یکی دو تا کارشناسا هست کردن به هر دلیلی دست به دست هم داد، خیلی از مسائلی که دو سه تا صحنه‌اش خیلی برام به این جهات دوست داشتنی بود، یعنی خیلی حس خوبی بودش که اگر که مثلا کاراکتر حامد وقتی که واسه دادگاه آخر میخواد بره، شب قبلش یک فیلم کلاسیک شاهدی برای تعقیب بیلی وایدر رو داره میبینه، با اینکه سعی کردم توی کار بگم که این آدم آدم فیلم بینیه، نمیدونم پوستر محل چینیا به دیوار اتاقشه، نمیدونم شاهین مالت به دیوار اتاقشه، توی اتاقش پورتری مثلا هامفری بوگارت هست، مدل سیگار روشن کردنش و اینکه چرا جعبه سیگارش این شکلیه و این دو تا تیکی که داره واسه سیگار روشن کرده، اینا شاید اصلا اینها منتقل به شما مخاطب نشه، اینا اون چیزاییه که خودت باهاش دوست داشتی بردم. که چیز کنی به همون اندازه هم تحت تاثیر اتفاقاتی که در فضای جامعت میفتم هست. آخه یه چیزی هست که ما الان تو سینمای دنیا که نگاه میکنیم، به خصوص سینمای آمریکا، بسیاری از فیلم‌ها هست که اولش می‌نویسن on a true story دیگه، یعنی بر اساس یک داستان واقعی، ولی اینجا همیشه یک دافعه ای از طرف حالا جامعه انگار وجود داره، همه مدعی هستن انگار در مقابل اون واقعیت. ما یه نمونه‌اش تو همین جشنواره فجر گذشته با فیلم بی بدن که خیلی هم صحبت شد، فیلم به نمایش در نیامده رو چند نفر مدعی شدن که به چه اجازه‌ای، به چه حقی، نمیدونم به چه. دو تا اتفاقه، من چون خودم یه دونه فیلم کار کردم پارسال که هم قریب رو به اصطلاح تهیه کردیم که مثلا نمیدونم برای شخصیت واقعی، آره برای شخصیت واقعی که کلی هم جایزه گرفت و اینا، اونم از این هیچ جنجال داشت از این هیچ جنجال داشت. وقتی که میگی یک چیزی رو بیس واقعیت میذاری، دو تا توقع است، یکی این که حالا همه توقع دارن که نه اینی که ما بهت میگیم واقعیت ها رو چیز کن که لزوما دراماتیک نیست، یا بالعکسش شاید 5 سال دیگه نشسته باشیم اینجا و ما هم از این مرحله گذر کرده باشیم، اما یادمون باشه که این اتفاق توی غرب هم امروز به راحتی داره میفته. یعنی اون سالی که مونتگومری
روزنامه نگار گزارش دادگاه های زنی که محکوم به اعدام بود که بعد از توشون فیلم شاهکار میخوانم زنده مانم در اومد. اون سال هم اگر که سرچ کنید شما به عنوان یه ژورنالیست حتما یادتونه اسباب جنجال جرائد و خانواده های زینف و وکلای دو طرف شد. یعنی خیلی از مسائلی هم که امروز ما داریم میگیم اونجا به راحتی داره اتفاق میفته هم اونها هم مسیر چند دهه گذشته دیگه سختی الان بر اساس این ماجرای هاروی وینستین میان فیلم میسازن. بله. و خیلی موارد دیگه در مورد جورج دبلیو بوش فیلم میسازن. خب شاید ما به اون زمانه احتیاج داریم که با اون بلوغه برسیم، هم به جهت اجتماعی اگر با اون بلوغه برسیم و این تبلور بلوغ اجتماعی تبدیل بشه به یه متمم قانون اساسی که اونجا بهت حق آزادی بیان میده که بتونی درباره این موضوع به راحتی داکیومنتش کنی و بتونی منتشرش کنی و بتونی فیلم بسازی و بتونی سریال بسازی. شاید ما هم خیلی اتفاقات 10 سال 20 سال پیش شاید به جهت گفتن قصه تابو بود که الان داریم یکمی راحت تر دربارش حرف میزنیم. نکته ای که به نظر من میاد توی تقابل یک زوجی که هر دوتا وکیل هستند و درگیر یک پرونده شدن در تقابل با همدیگه، خب این سوژه جالبیه به خصوص اگر که این پرونده قتل باشه. من خیلی وقتا تو این سالهای اخیر کنجکاوم، سوالم این هست که چرا سینمای اجتماعی که حالا توی سریال نمایش خانگی هم خیلی نمود داره موضوع شده قتل، فساد، خیانت و حالا مثلا از جنبه نمایشی معمام هست دیگه، بر اساس یک معما این همه قتل و جنایت خون توی این فیلم ها و سریال ها چی کار میکنه واقعا؟ نمیدونم، من آدم صالحی هم برای شما انتخاب کردین آقازادتون همینجوری بود، اینم همین کار قبل من همینطور بود، تلویزیون هم همش قتل و خون و جنایت داشت، قلب یخی که اصلا همینطوری 10-20 نفر همینطوری تعداد کشته شدن دستمون درفت. نمیدونم صالح هم یا نه برای گفتنش، ولی خودتون رو بگید. ولی واقعیتش اینه که همش مبنای جذابیت نیست. همون جوری که احساس میکنم که پرفروش بودن فیلم های کمدی معنیش معنی نشاط جامعه نیست لزوماً و میتونه یک معنی دیگه ای داشته باشه، پرداختن به اصطلاح قصه های این شکلی، قتل، خون و جنایت و مورد اقبال قرار گرفتنش در اساس مخاطب هم نمیتونه اون معنای عادی خودشو داشته باشه که این میل دیدن به جنایت. اما شاید بتونم به عنوان یک کسی که مثلا دانشکده حقوق چه میدونم داشته درباره جرم شناسی و اینا اون سالها میخونده اینو بگم که ما یک بخشی از تمایلات ذهنیمون به واسطه فشارهای روانی که در روز بهمون وارد میشه رو با دیدن فیلم، سریال یا خوندن کتاب توی بخش فرهنگی جامعه و اینکه چرا یه دونه صحنه کیف قاپی، چرا یه صحنه زورگیری که با یه دوربین مداربسته یه خیابون گرفته شده تو فضای اجتماعی شیر میشه، میزان بازدیدش صدها و هزاران برابر بیشتر از اینیه که شما امروز یه دونه مطلب فرهنگی توی صفحه اجتماعیت بگذاری. اینا جفتش داره یک حرفو میزنه، داره میگه که شاید در ناخودآگاه جمعی ما امروز این موضوعات رو محتملتر به پذیرش هستیم. شاید اگر امروز یه کاری من یا شما به عنوان کارگردان بسازیم و همه چیز از نظر ما با اینکه جهان قصه فقط به جهان خودش باید وفادار باشه و لزومی نداره که این واقع گرایی صرف، مگر اینکه انتخاب کرده باشی و مدعی این باشی که من میخوام یک رئالیسم کامل رو بهش بپردازم، فکر میکنم شاید امروز اگر که یه فیلمی بسازیم، یه سریالی بسازیم که
سطح دغدغه‌ها یه شکل دیگه ای باشه، سطح روابط یه شکل دیگه ای باشه، توش تنس و به اصطلاح هیجان چیزی نباشه، شاید امروز خیلی مورد اقبال قرار نگیره. خب حتما قرار نمیگیره که اینقدر عزیز. شاید به خاطر این ناخودآگاه جمعیه که امروز که در کنار هم داریم زندگی میکنیم. شاید به خاطر اینه که شما وقتی که تو خیابون راه میری یک کمی مراقبتر راه میری، چون از صبح که پشدی توی شبکه‌های اجتماعی داشتی ویدیوی، یعنی منظورت که هشدار دهنده است اینا؟ لزوما هشدار دهنده نیست، یه بخشش هم کار آینه‌ای میکنه به قول لاکان، یه بازنمایی. آخه مسئله اینه که میفهمم این برای جنبه روانشناسانه داره که بگیم که چرا مردم احساس رضایت میکنن از تماشای اینجور چیزها، ولی خب از این طرف آیا احساس رضایت میکنن یا این محملی میشه برای اینکه بتونن منویات خودشون رو به این بهانه بروز بدن؟ خب ببین، من همین مشکل رو با فیلم های ترسناک هم دارم، فیلم هایی که به شدت ترسناک هستن ولی این همه استقبال میشه ازشون، این به هر حال یک چیز داره دیگه، یک به نظر من یه مسئله روانی هست. آره، ولی مثلا همین توی همین سریال شما یا سریال های دیگه، زخم کاری، بقیه سریال هایی که ساخته شده این سال ها، اینقدر افراد در نمایش قتل و خون اصلا. حالا شما مثلا بر اساس داستانتون یه شخصیتی کشته میشه، به طرز فجیعی هم کشته میشه، آیا این به همون شکل فجیع باید اینو نشون داد؟ یعنی اینقدر باید خون نشون داد؟ اینو من مشکل دارم و سوال دارم از شما که داریم میریم به سمت خودم. از بیرون اگر قرار بدم میگم که نه لزومن. خب اما آیا با توجه به فضایی که داری میسازی نیاز داری این خشونت رو تو اون لحظه نشون بدی که بتونی مخاطبت رو به اون موقعیت واکنشی قرار بدی که بتونه بیش از این که داره یک قتل میبینه شاید به یه اون حجم نفرت و خشونتی که پشت اون قتل هست هم فکر کنه؟ می‌بینید وقتی که بگن که آقای گلمکانی حامد انقا رو کشت، میگن با چی؟ میگن با یه ضربه چاقو. من میمیرم با یه ضربه چاقو، اما اگر بگن با 20 ضربه چاقو، احتمالاً اولین سوال رفقا اینه که چه کینه قدیمی پشت این اتفاق بوده؟ یعنی فقط دیگه الان من چیزی نگفتم که شما رو عصبانی کرده باشم. پس اگر میخوام درباره این بخش دومش حرف بزنم، لازم دارم 20 ضربه چاقو رو نشون بدم. 20 ضربه رو چجوری بزنم من؟ شما میتونید. من نمیفهمم. به شکلهای مختلف میبینیم که گذشته اینا هر کدومشون به شکلی با یکی از آدمهای این پرونده درگیره و حتی میرسیم به شخصیت‌های فرعی که اونها هم درگیر این هستن. این به نظر من بیش از این که این سناریو رو قوی بکنه شلوغ‌تر میکنه، یعنی خود گیج کننده میشه. واقعا نیاز بوده این همه ارتباط بین شخصیت‌های مختلف از هم از اصلی یا فرعی این داستان با اون پرونده و آدم‌های درگیرش به وجود بیاره؟ این ممکنه، این نقد که میتونه حتما نقد واردی باشه. خیلی وقتا ممکنه که روی کاغذ وقتی که داری مینویسی متوجه این موضوع نباشی، ولی بعدش ببینی که شاید هم 20% اضافه کاری بوده به قول نقد شما. اما واقعیتش اینه که از این زاویه بهش نگاه کنیم که این یه صحنه نمایشه. یعنی وقتی توی صحنه نمایش هستیم لزوماً همه چیز بر اساس انطباق و بیرون جهان نمایش پیش نمیره. وقتی که یک درامی رو به اصطلاح داری نمایش میدی، هر کدوم از آدم ها اجزال، نمیخوام به قول چخوف میگه اگه اسلحه هم آویزون کردی حتما آخرش باید یکی باشلیک کنه، ولی هر کدوم از اجزای نمایش رو به دلایلی که اون دلایل لزوماً یک کوچولو فرامتنه، یعنی اگر که دنبال این هستی بگی که ما در یک شبکه عنکبوتی هستیم که بی این که خودمون بدانیم در یک
چرخه‌ای که کس دیگری چیره قرار دارین، این اتفاق میتونه برای کاراکتر حامدان باشه، برای مهتاب هم میتونه باشه، برای مشفق هم میتونه باشه، برای بچه هاشون هم میتونه باشه، برای اون کارگر خونه هم میتونه باشه، برای عماد هم میتونه باشه. خب اینجوری باشه که خب خیلی کم هم دارین، مثلا میگین بقیه هم وارد اگر لزومی داشت دیگه کنی. خب اگر لزومی داشت، شاید میخوای ناخودآگاه بگی که ببین هر کدوم از این اتفاقاتی که فکر میکنی که توی روز میتونه به عنوان تصادف برای تو رخ بدهد، خب این یکی از اون مراحل دومینویی که از یه جای دیگه شروع شده امروز به اینجا رسیده. برای همین شاید نیاز بوده که اینها همشون به یه نوعی به هم به این موضوع اصلی مرتبط باشن. اینقدر موضوع اصلی موضوع حیاتی نیست که این جنس ارتباطات و این نگاه، این که آیا هیچ کدوم از این آدمایی که من دارم میبینمشون همینی هستن که دارم میبینمشون. سریال شما یه سریال رئالیستیه دیگه و تو این رئالیسمش واقعا به نظرم به هر حال دارید در اصل مناسبات واقعی دارید این کارو میکنید. بیشتر از رئالیسم وامدار جهان خودشه، چون اگر بخوایم اینطوری بهش رئالیستی نگاه بکنیم اون وقت باید این سوال از خودمون بپرسیم که واقعا دادگاه های ما این شکلیه؟ اتفاقا من بخواستم بپرسم ازتون، چون شما خودتون حقوق خوندین و اینجور داستان ها معمولا قوه قضاییه خیلی چیز حساس هست نسبت به نگاهی داشت. بیش از این که فکر کنین حساسه. خب یه شما گزارتون برای افتاد برای پاسخگویی در مورد این قضیه؟ بله من اصلا آمپول زد حساسیت میزنم روز. نه یعنی به هر حال ایرادی گرفته شده به نوع چی، چون به هر حال برای ما که هر کس که رفته باشه در این دادگاه میگه هیچ شباهتی. خب آخه مسئله که شما گفتین که نمایشه، هیچ شباهتی که چرا، ما یه سری دادگاهی داریم که از این دادگاهی که ما نشون دادیم هم خیلی شیکتره. این که حالا سالی یه بار تصمیم میگیرن به دلیلی توش یه محکمه ای برگزار کنن اون یه چیز دیگه است، اما واقعیتش اینه که حالا همین به جهت حقوقیشو که شما گفتین شاید چیز بدی نباشه گفتنش، آیا همش بر اساس واقعیه یا بخشش آرزومونه؟ آخه این واقعیت تو گیومه به خصوص اون کسی که صاحب قدرت هست میگه واقعیت اینی که من میگم نه اینی که تو داری میگی. خب بنابراین آره، بنابراین توی اینجور کار نمایشی این بحث همیشه پیش میاد که آقا این واقعیت نداره، شما گرفتار این قضیه. نه من میتونم بگم واقعیت داره اما بخشش هم آرزومونه که واقعیت داشته باشه. خب ولی اون کسی که از شما ایراد میگیره که به اینجور نگاه که قائل نیست که نه. میگه نه. میگه ما اینجوری نیستیم. بعد زورش هم زیاده، خیلی جام زورش به ما رسیده. وقت شما چیزی داشتیم، یعنی یه بخشی از سانسورایی که میگین توی این مایه ها بود. من چون عادتم نیست خیلی درباره این مسائلی که اون پشت اتفاق میفته خیلی چیزش کنم بروز بدم، ولی بله این حساسیت ها هست، زیاد هم هستش. بله اما من بعضی وقتا فکر میکنم که اون دوستان یه جاهایی باید به ماها اعتماد کنن. ما از دوره دانشکده حقوق، من بیشترین طیف دوستایی که دارم تحصیل کرده های حقوق هم. خیلی از بچه های وکلایی که حتی تو وکلا پرس و اینا نقد وارد میکنن به کار، تک تک میخونم، بعضی هاشون هم دانشکده این بودن، دوستشون هم دارم و اینا، و راست میگن. یه وکیل وقتی که میخواد وارد زندان بشه برای اینکه با موکلش ملاقات کنه، اینجوری نیستش که کارت وکالت و کانون وکلاشو نشون بده و بهش بگن بفهمی. بسیار بسیار باهاش رفتاری که در شأنش نیست اتفاق میفته. شاید تصور ما به عنوان مخاطب فیلم و سریال غربی اینه که اونجا هم همینطوریه، وکیل پا میشه اونجا یه پرفورمنسی اجرا میکنه و فلان و اینا. اینطوری نیست، چون هم مطالعه شده هم دیدیم همینا. واقعیتش اینه که دادگاه های به اصطلاح غربی هم اینقدر که توی فیلم ها و سریال ها نمایشی به نظر میاد، اونجا تو واقعیت نمایشی نیست که همه چیز مثلا به این شکل خیلی خوشگلش باشه و نمیدونم وکیل شکل متیو مکانهی بیادش به اصطلاح اجرا کنه و اینا. اینجا هم همینطوره، اما فکر نمی کنی یه قدم به خاطر جامعه همون اینقدر رو نشون بدیم که یه مجموعهی به این فکر بیفته که
هر چقدر وکلا تو این جامعه صاحب قدرت بیشتری بشوند، مردم صاحب این بشن که درک حقوق خودشون رو داشته باشن، خیلی از مسائل توی محاکم ممکنه که حتی قبل از رسیدن به دادگاه حل بشه. شاید این خیلی آرزوی بلند پروازانه ای بوده شاید، ولی فکر کردم شاید بشه یه بار امتحانش کرد. برحال این تلاشی انگار میشه تو سینما و تلویزیون در شبکه نمایش خانگی که این دادگاه های ما شبیه دادگاه های فیلم های خارجی بشه. ما خارج هم که نمیدونیم دادگاه چجوری برگزار میشه، ولی تو فیلم ها دیدیم، تو سریال ها دیدیم. بله. یعنی سعی میکنن که شبیه اونا بشه طبیعتا. بله. و این طرف چون خیلی دادگاه های خودمون چیز خیلی نمایشیه، چیزی نیست. بله. حالا درسته مثلا تو این چند ساله یه سری دادگاه اقتصادی و اینا نشون میدادن و اینا، آره اون یه شکل چیزی داشت، دادستان میرفت اون پشت حرف میزد، بعد وکیل میومد پشت تریبون و اینا. دادگاه ما بیشتر شبیه دادگاه فیلم جدای نادر از سیمینه، بیشترشون اونجوریه تقریبا. میتونیم بگیم که تازه اونجا به نظر من چیز بهتری بوده شد. توی صحبتاتون گفتی که این ماجرا مثل یک صحنه نمایش هست. دوباره میخواستم در مورد این اجرای این فکر ازتون بپرسم که بیشتر در مورد بازی هاست. به نظرم بازیگرا اغلبشون خیلی نمایشی بازی میکنن و انگار که اون کلیشه های بازیگری خودشونو باز تولید میکنن. مثلا آقای سلطانی یک جور بازیه که ما از داروش ارجمن شروع شده، از این آدم های میون سالی که خیلی چیز هستن، انگار آدم های عمیقی هستن، آروم صحبت میکنن و انگار در پس این آرامش اینها یک دنیا دانایی و معرفت هست. این تبدیل به یک کلیشه شده توی ممکنه. تلویزیون ما ممکنه. یا مثلا نوع بازی شهاب حسینی که بازیگر خیلی خوبیه، خب در حالی که مثلا لادن مصطفی خیلی آرومتر، غیر نمایشیتر، عادیتر بازی میکنه. تفاوت بازی لادن مصطفی با بازی شهاب حسینی یه بخشش به خاطر اینه که کلن دو شیوه مختلفی برای رسیدن به نقششون دارن، و یا شاید به خاطر اینه که لادن مصطفی داره کاراکتری رو بازی میکنه که کمتر ما تو موقعیت‌های اینطوری دیدیمش، و شهاب توی موقعیت‌های مشابه اینطوری بیشتر بوده. حالا با شاید یه جا شغل پلیس داشته، شاید یه جا شغل مثلا چیز داشته. ببینید مثلا سیگار مرتب، اون نوع سیگار کشیدنش، حالا میگه علاوه سینماییتون هم، البته نوع سیگار کشیدن شهاب تقریبا شبیه هیچ کدوم از سیگار کشیدنهای قبلش نیست واقعا. اصولاً سیگار کشیدن توی فیلم و سریال ایرانی جستیه. خب حالا خب طبیعیه، برای اینکه یه عامل نمایشیه. خب من عامل نمایشی اصلا مشکل دارم که آیا برای نمایش مثلا سرگشتگی، حال بد، مثلا فکر کردن، اغلب سیگار روشن میکنن. خیلی کم اتفاق میفته مثلا به یه شکل دیگه. خب برای اینکه مثلا شما راه حلای دیگه هم بگید به هم. بسته به موقعیت باید فکر کرد. الان من پیشنهادی ندارم، ولی میگم باید فکر کرد به یه راه حل دیگه. حتما. خب حتما. و اینم به این معنی نیستش که فکر نکردیم، اما و اینطوری هم نبوده که اولین راه حل رو انتخاب کنیم. شاید که راه حل لاجرمی رو به دلایل مختلف، به اصطلاح نه من، خیلی از بچهای دیگه‌ای هم که سریال کار میکنن که متهم میشن به نشون دادن سیگار کشیدن تو سرگشتگی ها. عجب بهداشتیش من کاری ندارم ها. متوجهم و فکر میکنم شما هم حرفی که من دارم تو پرده میزنم رو بهتون منتقل شد. ده. آیا مثلا بازیگری مثل مهدی سلطانی رو به دلیل همون پیشینه، اون پرسونای سینماییش انتخاب کردی؟ چون بعضی ها رو معلومه که میخواه اصلا یه تصویر دیگه ازه، مثلا جعفر دهقان انگار یه کس دیگه است. خب ولی خب بله مهدی همیتون. سلطانی همونی که میشناسید، آره همون پرسونا. مهدی سلطانی، البته که من چون با مهدی سلطانی دو سه تا کار کردم، فکر کنم این با کاراکتر قبلش یه کوچولو متفاوته. اما من یه جایی هم اعتقاد دارم دیالوگی که می‌نویسم وقتی از دهن بازیگر در میاد، تماشاگر باید احساس کنه این حرف اندازه دهن این آدم هست. اگر که من می‌خوام یه کاراکتری که مخصوصا تو این دو سه سال اخیر که
این نگاه رواقیگری هم داره توی کشور ما به اصطلاح کتاباش ترجمه میشه، این نگاه برگشت به یونان باستانی که همه در که من فکر میکنم مثل مخدرم داره عمل میکنه توی جامعه ما، که آقا بپذیر اگرم سختی هست، بدبختی هست، نمیدونم مشکلاتی هست. این تا چند سال پیش این کتابای چیز بود، موفقیت بود، که نه تلاش کن پولدار شو فلان اینا. انگار الان یه سری کتابا داره میاد که میگه که حالا نمیخواد تلاش کنی دیگه، با همینی که داری راضی باش. مهدی سلطانی برای من نمونه یه آدمی بودش که صاحب این تفکر رواقیگریه، انگار با هر چیزی اوکیه، هیچ چیزی به هیجانش نمیاره. حالا داری در مورد شخصیت تو توضیح میدی، بیشتر در مورد اجرا میگی. همینو میخوام بگم. میخوام بگم حالا من فکر کردم که این آدمه که این حرفا رو میخواد بزنه، فکر کردم مهدی سلطانی مناسب ترین آدمه برای اینکه وقتی این حرفا از دهنش گفته میشه، با توجه به شناختی که ازش داریم، ازش دارم، خب پذیرفته میشه. حالا یعنی نمیدونم اگه مثلا به جای مهدی سلطانی بازیگر دیگری بود، آیا این کاراکتر باید همینطوری میموند یا باید تبدیل به یک کاراکتر دیگه ای میشد؟ نگران چیز نبودین؟ نگران برخورد فمینیستا نبودین تو این تقابل زوجی که هر دوتا یک کاری میکنن؟ یه قسمتی هست فکر کنم اوایل قسمت پنجمه که از چیز میان بیرون از یکی از این جلسه‌های دادگاه، بعد حامد میگه که به زنش میگه که برو ما مدت هاست غذای چیز نخوردیم، تو به جای این کارا بهتر بری تو آشپزخونه یه غذا درست کنی برامون. نه اتفاقا فکر میکنم نباید نگاه فمینیست باشم، من فکر میکنم باید نه نگران برخورد اونها، نگرانشون نیستم، برای اینکه فکر میکنم که اتفاقا اونجا دارم یه چیز رو میگم، اگر که بخوام از این زاویه نگاهش بکنم اینه که حامد تهرانی وکیل تحصیل کرده از یک خانواده اشرافی، بیشتر جنبه انتقادی از اون داری و داره یه همسری هستی که او هم هم عرض تو چیزه، چرا آخرین جملت به اینه که به جای این کار، اونم 20 ساله وکیل، تو هم 20 ساله وکیلی؟ شاید به نظر من فکر میکنم که اتفاقا اونجا نگاه فمینیستی داشتم اتفاقا، به جای اینکه حالا کاری ندارم که ممکنه ریاکشن فمینیستا، ولی فکر میکنم اتفاقا اونجا خیلی نگاه فمینیستی داشتم. یکی از شیطنت های ژورنالیستی که گفتم شما داشتین انتخاب اسم این شخصیت، تو سرات در مورد حامد که بعضی از کاراتون اسم حامد خیلی جا هست، این خودخواهانه نیست؟ شاید نه خودخواهانش، میدونید من چون اولین حامد قصه من حسین یاری توی قلب یخی بوده، اون موقع خیلی جوان بودم، شاید اون موقع باهاش خودخواهی بود، اما یادتون باشه این مثل اسم کن، مثل اسم رضا توی کار فیلمساز خیلی معروف مورد علاقه من توی این سالها، بعضی اسما خیلی رضا مسعود کیمیایی حرفی می ساخته، کاراکتر رضاش کاراکتر اصلیش بوده. آخر رضا اسم عامه ولی حامد اسم خاص حامد. نه آره یعنی تعداد حامد های سینما خیلی کم، ولی رضا ما زیاد تو جامعهمون می‌بینیم. حالا مسئله نامگذاری طرف و نوع امضای شما مثلا توی همین چیز تیتراژ سریال، به هر حال شما یک شخصیت به عنوان یک مؤلف میخواین جایگاهی نه نیست آخه وقتی اسمو میذارین وزیرش امضاس انگار نه امضا نیست، کار مهدی میرباقری گرافیسته، خب شما انتخاب کردین دیگه. نه ولی یه چیزی رو ازش دوری کردم دیگه، تعداد کپشن در تیتراژ رو ازش دوری کردم، ولی خب یه معنای دیگه هم میتونه داشته باشه، ممکنه مثل چیز اما دیگر. البته این به این معنی نیستش که تو مسئولیت کارتون نباید به عهده بگیره، تو چه امضاد اونجا باشه چه امضاد نباشه مسئول همه خوبی ها و همه بدی هاش هست. ببینید وقتی که توی چیز تیتراژ یه فیلمی گفته میشه فیلمی از فلانی، فرق میکنه تا مثلا ساخته فلانی یا کارگردان فلانی. اینجا ولی اسم من اینجا اسم تو مثل امضا اومده اشکال نداره، داریم تحلیل میکنیم، بهش فکر نکردیم واقعا، یعنی بهش فکر نکردیم، اما اگرم اینجوری هم نبود در نتیجه فرق نمیکنه، من حتما مسئول همه
من مسئولیت که حتما شما دارین اشتباهاتش هستم. اگه من مسئول نیستم باور نمی‌کنین. نه آخه نمیشه، برای اینکه بله. وقتی که کاریو انجامش دادی باید مسئول همه چیز اون بشه. از اون شیطنت‌های ژورنالیستی دیگه که اشاره کردم، میگه همین حالا غیر از اسم خودتون که گذاشتین، انتخاب اسمای دیگه است که خب اینا بعضیاش جنجالی هم شد. امیر عشیریه که کشته شده عشیریه. که یه به اصطلاح پاورقی نویسه بسیار بسیار قابل ستایشه. شاید هم چون احساس میکردم که این کارتون فضاهای به اصطلاح مدل پاورقیه، حتی اسم خود مشفق که او هم مرتضی مشفق کاظمی که به هر حال تهران مخوف نوشته بود، خیلی اسمای دیگه هم هست توی کار. اسم متین دفتری به عنوان وکیل، به هر حال متین دفتری ها از مشهورترین و مبرزترین حقوقدان های تاریخ ایران بودند و همچنان هم به نظرم تو تاریخ حقوق هستند و بازم دارم از این اسامی. نه بیشتر ایراد نمیگیرم، دارم چیزی این جنبه تحلیلی داره، دارم میگم که به عنوان یک ژورنالیستی که فضا رو میشناسه و میدونه که چه چیزهایی ذهنها رو به کار میندازه و یه وسوسه هایی ایجاد میکنه و توجه جلب میکنه، هیچ بدم نیست واقعا اینا. به موقعیتی رسیده هنوز که داریم صحبت میکنیم تموم نشده دیگه پخشش، که به قسمت دومش هم فکر کنیم، فصل دوم به جهت میزان مخاطب، میزان با اصلا تصویر بله به جهت میزان مخاطب هرفهی. خیلی وقته که از این مرحله گذشته که بتواند به فصل دوی برسد. بعد همچی تصمیم یعنی میخوام داریم. بگم حجم میزان مخاطب با اینکه این توش تفاخری نیست، بلکه دست بوسی و ابراز ارادت نسبت به بدون هیچ مداهنه ای، هر یک نفری که گناه فرشته رو دیدن به سر ما منت گذاشتن، لطف کردن، محبت کردن، چون باید پول میداده تا ببینه. بله. منت گذاشته دیده. خب اگر که کسی به کسی منتی داشته باشه، مخاطب همیشه به سر ما منت داره. اما بله، به خاطر میزان استقبالش الحمدلله به هر شکل اینجوری بوده که میتونستیم تو قسمت سوم چهارممون که اصلا پخش شد خودمون رو آماده فصل بعدش کنیم. اما من بلد نیستم فصل دوی کار رو بسازم، چه حتی تهیه کنم چه بنویسم. کارهای قبلی من مثل آقازاده، حتی پدر توی تلویزیون، اینها هم همیشه اگر که یه سرش الان تهیه کننده اینم خودتون هستی دیگه. خودم خب حالا همچی تصمیم پس نداری نه؟ بلد نیستم، بدم نمیاد، بلد نیستم، یعنی نمیدونم قصه ای که به انتها میرسونمش رو چه جوری باید با این کاراکتر رو دوباره تعریف کنم. پس الان برای ما منتظر گناه فرشته دو فعلا نباشیم. نه فکر نمی‌کنم. دو تا چیز خیلی برام مهمه. یک، وقتی که اثر به هر دلیلی منتشر میشه بتونه اسباب حرف در جامعه باشه، دربارش حرف بزنن، موافق یا مخالف. به نظر من این از یه عدم اعتماد به نفسی میاد که من دوست داشته باشم که وقتی که نقد هامو یا نکته ها میخونم فقط قربون صدقه بشنفم، یا مثلا نقد آقای گلمکانی رو که میشنفم اونجاهایش که ازم تعریف کرده رو خوشم بیاد. ولی نه، من همین که آقای گلمکانی نوعی یا فلان پسر جوون یا دختر جوونی که توی شبکه اجتماعی در حد کامنت یا انقدر منت میذاره به من که یه ویدیو توی یوتیوبش منتشر میکنه، ولو اینکه از ثانیه اول ویدیوش تا ثانیه آخر ویدیوش داره به من نقد میکنه، با من شوخی میکنه، با اسمم هم حتی ممکنه شوخی کنه، اون داره به من منت میذاره. برای اینکه ساختن اون ویدیوی چند دقیقه‌ای حتما یک روز از وقتشو برده و خدا رو شکر میکنم که اون یک روز وقتشو به جای اینکه صرف کس دیگه ای بکنه صرف کار من کرد. شما اهمیت داده. واسه همین تک تک اون کامنت ها، تک تک این آرزومه. ترجیح همینه که 30 میلیون نفر 40 میلیون نفر کارامو ببینن. خب و دربارش حرف بزنن تا اینکه 1000 نفر ببینن و همه بگن که وای تو چقدر آدم خوبی هست. این بسیار 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 برام به اصطلاح موضوع مهمیه. یک موضوع دیگه ای هم که شاید
گفتنش خالی از وش نباشه این است که اگر تونسته باشم یه کار بکنم و اون که آدم‌ها رو به جهت ذهنی درگیرشون کنم، اینقدر کلافه بشن که حتی کلافگیشون رو به عنوان واکنش به من نشون بدن، فکر میکنم گناه فرشته کار خودشو کرد. متشکرم. خیلی ممنون. زنده باشید.